در مورد بیشتر گفتگو میکنیم با آقای صدیقی زاده نیلی، سخنگوی جبهه اعتماد مردم افغانستان. سلام بر شما، خوش آمدین آقای نیلی. سلام بر شما و سلام بر بینندگان محترم و همکاران عزیز شما. ممنون. یک جریان سیاسی دیگر شکل گرفت و اعلام موجودیت کرد، در این چنین یک شرایط حساس با کدام اهداف؟ بسم الله الرحمن الرحیم. با تشکر از شما که این زمینه فرصت فراهم کرده که تا از طریق رسانه شما اهداف که جبهه اعتماد مردم افغانستان داره با مردم افغانستان در میان بذاریم. همونطوری که در گزارش شما آمد و رئیس جبهه اعلام کرد، هدف از این جبهه در این شرایط حساس تاریخی که مشکلات فراوانی در کشور ما و شما وجود داره، بحث صلح مطرح است، بحث امنیت افغانستان مطرح است، بحث بی‌عدالتی در کشور ما و شما مطرح است و همچنین بحث ضعف نظام، متاسفانه نظام تحت فشار فراوان از جوانب مختلف است و همچنین خارج شدن نیروهای خارجی، اینا بحث‌های عمده و اساسی است که در کشور ما شما جریان داره. جبهه اعتماد مردم افغانستان از شخصیت‌های مختلف، شخصیت‌های زینفوس، شخصیت‌های جهادی و روشنفکر، از علما و استادای اساتید دانشگاه تشکیل شده تا دایره‌مند و دایره شرایط حساس افغانستان در کنار مردم خود بوده باشه، صدای مردم خود بوده باشه و بتونه در این مرحله با مردم خود همکار و کمک‌کار بوده باشه. درست. یکی از بخش‌های دیگر که گفته شده از شکلگیری و یک از هدف‌های این جریان سیاسی بس در مورد صلح افغانستان است. شما چه دیدگاهی در رابطه با صلح افغانستان دارید؟ مذاکرات که تا این دم به پیش رفتن در مورد صلح افغانستان از دید شما چگونه است؟ ببینید، شما مذاکراتی که تا امروز پیش رفته، دو سه تا گپ عمده و اساسی در از این مذاکرات هست که برای درست. مردم افغانستان باید وضاحت داده شود و مردم افغانستان نگران است. بحث عمده و اساسی اول بحث توافقی است که آمریکایی‌ها با طالبان کرده که او از دید مردم افغانستان پنهان مانده و پود مانده. جبهه میخواهد که روشن بوده باشد که آمریکاییایی که 20 سال پیش در کشور ما با اجازه سازمان ملل وارد شد، امروز میخواهد افغانستان را ترک بگوید و با نیروهایی که در جنگ بود با اونا صلح را و پیمان را امضا کرده. این پیمان بر سر چی هست و سرنوشت افغانستان در چی گونه دیده شده است؟ بحث اول. بحث دوم، مذاکره که با طالبان صورت میگیره، سه ماه این مذاکره دوام کرد، نتیجه ملموس نداشت و تنها در این روزا اعلام شده که روی اجندای بس با توافق روی اجندای بس قراره که بحث صورت بگیره. به هر حال و بحث دیگه آینده نظام افغانستان است، آینده مردم افغانستان، اونایی که از ای جنگ و درگیری و یا از آمدن صلح میخواد آسیب ببینه، اینا بحث عمده و اساسی. جبهه برای خود مکلفیت میبینه که در یک همچون شرایط حساسی بخواد اعلام موضع کنه و اعلام موضعش هم اون چی که به نفع مردم افغانستان است و جبهه در اعلامیه خود واضح از جانب حکومت یا نظام افغانستان خواسته بحث صلح را روشن با یک سیاست مشخص پیش ببرین و جزئیات از را با مردم افغانستان که محرمی از کشور است و صاحب از کشور است باید در میان گذاشته شود. درست. آقای نیلی، در حال حاضر بیشتر تاکید بر این است که همه جریان های سیاسی که در افغانستان است، همه رهبران سیاسی که در افغانستان است، اینا باید دور هم جمع شوند تا دیدگاه واحد در رابطه با صلح افغانستان وجود داشته باشد، چیزی که امروز هم سرپرست سفارت ایالات متحده در افغانستان ابراز کردن که این اتحاد بودن میتونه که سبب بر پیروزی صلح افغانستان شود و مشوره خوبه به تیم مذاکره کننده جمهوری اسلامی افغانستان در دوحه قطر بدهد. ببینید، در ارتباط هم جبهه موضع کاملا روشن داره. درست. ما از شورای مصالحه ملی که به وجود آمده حمایت میکنیم، اما انتقادهای در از ارتباط هم داریم. شخصیت های عمده و شخصیت های تاثیرگذاری در داخل افغانستان است که متاسفانه اونا مدار توجه قرار نگرفته. مثلا چه کسانه؟ و خواهشان که از بردن اسم افراد معذور هستیم، مردم افغانستان میدانه. بحث دیگه است که شورای مصالحه ملی از دو تیمی حاکمی در نظام با وجود آمده، یقینا که این نمیتونه جامعه بوده باشه و رئیس جبهه هم در سخنان خود گفت که کل بخش های حکومتی متعلق به دو تیمی حاکمی بر نظام شده، این به ضرر افغانستان است. ما امیدوار هستیم که شورای مصالحه ملی فعال بوده باشه، اما شخصیت های تاثیرگذار فراوانی که بیرون از مانده و میتونه او نظر دیگه داشته باشه و جامعیت را در مصالحه ملی به وجود بیاره و نظر واحدی از جانب نظام افغانستان را برای بیرون تبارز بده، باید در از شریک ساخته شوه و دیدگاه و نظرهای از نام گرفته شوه. این یک نقص عمده و اساسی است که در شورای مصالحه ملی افغانستان وجود داره.
درست. آقا نیلی، من میخوام از شما بپرسم که این شورا که شما انتقاد دارین بر چگونگی تشکیلش، اینا کمیته رهبریش روز شنبه نشست در ارگم برگزار کردن و با استقبال چه درون چه هم بیرون از افغانستان روبرو شد که یک چهره ای از افغانستان با متحد شدن تمام جریان های سیاسی نشان میده. ما هم جزی کسایی هستی که از او استقبال میکنه، اما ضعفایش هم تذکر میدی. ما این گونه نیستی که منتقدی بوده باشیم که هیچ چیز قبول نداشته باشیم. درست. ما چیزای خوب میپذیریم، چی در مورد شورای مصالحه ملی بوده باشه، چی خوبی های نظام و حکومت بوده باشه، چی در مورد صلح بوده باشه، اما ضعف رو تذکر میدیم. ما یک جانبه نه حکومت حرکتاش منتفی میکنیم و در مقابل از ایستاد هستیم، و نه یک جانبه هر چیزی که نظام و حکومت انجام داده رو تایید میکنیم. ما منتقدی هستیم که با انتقاد میخواهیم که ضعفایی که وجود داره ضعفا جبران شوه، و امیدوار هستیم که صدا از طریق جبهه بلند شده، چهره های دیگه افغانستان هم وجود داره که امی صدا را داره، این صدا یک صدای واحد شوه تا این شورای مصالحه ملی و بحث صلح که مهمترین بحث برای مردم افغانستان و حتی منطقه و دنیا است، این بحث بحث قوی شوه و به نتیجه مثبت منجر شوه. درست. چگونه ما با همین اتحاد برسیم؟ چگونه همه مردم افغانستان خودشان در آینه همین دو تشکیل، چی ارگ باشه چی هم سپیدار باشه و شورای عالی مصالحه ملی باشه، خودشان را ببینن؟ این برمیگرده به دیدگاه کسایی که در رأس نظام قرار گرفته. درست. باید اونا دیدگاه خود را وسعت ببخشه و همه کسایی که در ساکن از کشور هستند و تاثیرگذار بر روند صلح، بر روند جنگ، بر روند بازسازی، بر روند جهاد افغانستان، بر روند دموکراسی و نظام سازی افغانستان رول و نقش داشته و عمر را برای منفعت از کشور عمر خود را تباه کرده، اینا را باید شناسایی کنه. این بحثی نیست که مثلا ما بگیم الا الله بود آدرس باید از طریق ما بگیره. هرگز ما این حرف نداریم، از جبهه فکر میکنیم این حرف نداره که آدرس حتما ما هستی، آدرس ما باید برای ازی بدیم. ما میگیم این ضعف وجود داره، ما افراد را میشناسیم که اون میتونه تاثیرگذار بوده باشه، ما جریانی را میشناسیم که میتونه تاثیر گذار بوده باشه. نباید در چوکات دو تیم همه چیز منحصر شود. این حساب با چوکات دو تیم هم مصالحه را دچار مشکل میکنه و هم وضعیت افغانستان بحرانی‌تر و وضعیت افغانستان به سمتی که باید بره به اون سمت نخواهد رفت. درست. آخه نیدی، من یک پرسش میخوام در مورد خود جبهه شما داشته باشم. اکثریت جریان های سیاسی که وجود دارن که اینا اعلام موجودیت میکنن یا پیش از این وجود داشتن، حمایت مردم ندارن. شما با چه حمایت از طرف مردم آمدین و اعلام موجودیت کردین و میخواین در مسائل مهم افغانستان سهم باشین؟ ببینید، این جبهه‌ای که برای فعلا ساخته شده از اقشار مختلف مردم است. اساتید دانشگاه هست، علما هست، وکلای پارلمان و سنای افغانستان هست، شورای ولایتی هست، وکلای سابق شورای ملی هست. خدمت شما عرض کنم که جوانان و تپای مختلف در از این رول و نقش داره. اکثریت قاطع از اینا مجاهدینی است که سالها در بستر مردم در مناطق مختلف افغانستان حضور داشته و جایگاه و پایگاه و جایگاه خاص خود در بین مردم افغانستان داره. خب این تشکیل شماست، حمایت مردمی را مپرسیم. خب ببین، اینا برآمده از مردم افغانستان هست. هر کدام ما برآمده از مردم افغانستان هستی. آرای مردم افغانستان پشت سر خود داریم، مناطقی مردم افغانستان پشت سر خود داری و کسایی هستی که با پشتوانه مردمی در واقع اگر همی جبهه آمده، یک جبهه مثلا تعارفی و تشریفاتی نیست که از جای خاص معین شده باشه، برخواسته از متن مردم آمده، میخواد که برای مردم خود. چقدر مردم از شما حمایت میکنن؟ خب این بحثی است که باید تحقیق صورت بگیره که چقدر مردم حمایت میکنن. شما آمدن اعلام موجودیت کردن، شما بگوین که چقدر مردم حمایت میکنن. ما فکر میکنیم که ما یک بخش عمده مردم هستی که بنام از اون آمده جبهه را ساخته، بخش عمده هستی از مناطق مختلف مردم افغانستان، از قشرهای مختلفی که تاثیرگذار بر مردم خود است و تاثیرگذار بر روند کنونی است، ما از اون مجموعه هستیم. امیدوار هستیم که این روندی بوده باشه که بتونه به خیر صلاح مردم افغانستان تمام شود، که کل هدف ما و نیت ما است که برای مردم افغانستان خدمتگار بوده باشیم. درست. پس از این که شما اعلام موجودیت کردین، در حال حاضر چند برنامه روی دستتان است و چی میخواین که انجام بده؟ خب ما اولین برنامه ای است که این نقطه آغازی هست که شروع شده. بله. و یقینا این نه در قشر خاصی و نه در قوم خاصی نمیتونه ساکت بمانه و در اونجا منحصر شود. ما قصد داریم که گسترش بدیم،
هم در بین مردم خود گسترش بدیم، چهرهایی است که باید جبهه بوده باشه، مذاکرات ادامه داره و اونها شناسایی شده. در مقابل ما با اقوام و ساکنین دیگر کشور افغانستان دست برادری و اخوت دراز میکنیم، از اونها انتظار داریم که بتونیم یک جبهه ملی در سطح کشور با وجود بیاریم که بتواند در روند حرکت کشور و در تاریخ فعلی افغانستان تاثیرگذار بوده باشه. عمدترین هدف ما است. بعد هم ما با جانب نظام افغانستان از نظام افغانستان حمایت میکنیم، اما انتقادای به عملکردهای نظام و حاکمان از این کشور داریم. یک جانبه نه منتقد هستیم و نه یک جانبه مؤید هستیم، هم تایید میکنیم و هم از این طرف نقاط ضعف از حکومت نظام تذکر میدیم تا بریم به اون جایی که افغانستان از این وضعیت فعلی نجات پیدا کنه و مردم افغانستان به صلح و ثبات برسه. درست آقای نیلی، جریان های سیاسی که مثل شما و میان و اینجا کارشون را آغاز میکنن و میخوان در بخش های مختلف به مردم کار را انجام بدن، اما آیا صدای شما را رهبران هم میشنوند؟ پیشنهادات و انتقادات شما هم پذیرفته میشه؟ ما امیدوار هستیم که به این جایگاه برسیم که صدای ما را نه تنها رهبرا بلکه همون کسایی که در سیاست افغانستان تاثیرگذار هستند، کشورهای منطقه، کشورهای دور و اونایی که در سیاست افغانستان تاثیرگذار هستند، همه صدای ما را بشنوند. یقینا ان شاء الله صدا را خواهد شنید. درست. یک پرسش دیگر ما میخوایم داشته باشم. در شرایط اساسی که در حال حاضر افغانستان قرار داره، اجماع درونی یکی از موارد خیلی عمده است، چی در بین رهبران سیاسی باشه چی هم اجماع در درون خود مردم افغانستان، شما در این راستا هم پیشنهادات مشخص دارین بر حکومت چگونه باید این کار انجام بده که از یک صدا سال اسای افغانستان بلند شوه؟ ما همه به خاطر از اینکه امی چیز یک اجماع ملی، تا یک اجماع ملی به وجود نیاد هیچ چیز قضیه افغانستان قابل حل نخواهد بود. برای از اینکه اجماع ملی به وجود بیاید، ما نکات بسیار مشخص را برای جانب حکومت افغانستان یا نظام افغانستان پیشنهاد کردیم. اول ما از این نظام موجود فعلی با قانون اساسیش و دستاوردهای بی‌ساله حمایت میکنیم که تعداد اکثریت قاده مردم افغانستان از این حمایت میکنه. این خودش میتونه یک اجماع بوده باشه.